ده بعد یه شاباش هم واسه من بعد تعبیه میکردی نکنه یادت را. سلام فارسی زبانان عزیز، من ایمیجی هستم به همراه مادر عزیزم، یه ویدیوی پر انرژی در خدمتتونیم. سلام میکنم به شما دوستان عزیز، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب خوب باشه. توی این ویدیو قراره یک رقص زیبا ببینیم از کشور افغانستان. کلن رقص در کشور افغانستان تنوع خیلی زیادی داره، هر ولایتی هر قومیتی یک رقص مخصوص به خودش رو داره، رقصای اون محلی که نره، رقصای هر محل متفاوت و خیلی هم جذاب و زیبا هستن و خیلی هم تنوع زیادی دارن. توی این ویدیو قراره بریم رقص جاغوری رو با هم دیگه ببینیم که یکی از ولستاری‌های معروف کشور افغانستان، یک رقص مخصوص داره، قراره بریم با هم دیگه ببینیم. بسیار بسیار این رقص زیباست. با ما همراه باشید تا انتهای این ویدیوتون، نره که ویدیو رو لایک کنید و هنوز کانالمون رو اگه سابسکرایب نکردین الان وقتش که کانال رو سابسکرایب کنید. لینک ویدیو اصلی رو براتون قرار میدم داخل دیسکریپشن، از کانال اصلی تماشا کنید و ازشون حمایت کنید. بریم ببینیم و واکنش داشته باشیم به رقص جاغوری. چه حال خوبیه، یه سری نوجوان دور هم جمع شدن و یه بزمی و یه رقص جاغوری خیلی زیبا، رقص قشنگم. آه چیزم داره، آوازخانی هم روش داره، توقع نداشته، فکرم یه آهنگ خالیه روش. خیلی با حال خوبی داره اجرا میکنه، میخونه و آره میخونه میرقصه. کلن آدمی که خودش خوش انرژی باشه اون انرژیش به بقیه هم میرسه، مثل این دوست عزیزمون. چی شد؟ پولک مولک چیه اینا؟ این کاغذ رنگی ها، این کاغذ رنگی. آره کاغذ رنگی که تو تولد اینجور چیزا میریزن. نمیدونم بزمش چیه، حالا نمیدونم ماجرا از چه قراره، ولی خب به هر حال خوشحالن. آره خوشحالن، خوشحالی مهمه. چه لرز و لرزه میکنه، معلومه که مهارت داره. اصلا رقاصه حرفی هم اینجوری اینجوری ریز نمیلرزه، ریز اینجوری داره میاد. الان راجب ولستاری جاغوری هم باید با هم یه ویدیو داشته باشیم، صحبت کنیم بیشتر، چون خیلی مهمه و خیلی معروفه در کشور افغانستان. بیشتر باهاش آشنا شیم به نظرم برای هم خودمون خیلی بهتره، هم عزیزانی که دارن ویدیو رو میبینن بیشتر آشنا میشن و ببینن چقدر جای جذابیه. عجب پانتومیم هم داره میره، چقدر بانمکه مشخصه. آره پانتومیم داره میره با اون حال هوای آهنگ، اون شعری که داره. آره شعری که داره گفته میشه اونا رو داره بازیشون میکنه، سر شوق میارتشون. حرکت ریزش خیلی عالیه. آره. من نمیتونم بذار. ما که اصلا من خیلی خوشگله. ما شاید رقص نداریم. اولین بار داره میبینیم ولی قشنگ متوجه میشین که چقدر مهارت آره داره. آره اصلا نمیشه. این یعنی من اصلا تایدش اینجوری اینجوری. خیلی رقصیده معلومه بدنش آمادگیشو داره. بدنش آره. من واقعا بدنم ناآماده است برای اینجور رقصا. ایوان جا
جدی رقصنده خوبیه، جدن رقصنده خوبیه، یعنی بدون تعارف دارم میگم. این خوبه دیگه، یعنی توی رقص آدم باید پا داشته باشه، یعنی یه نفر دیگه کنارش باشه که یه بده بگیره، بده بستون داشته باشه توی رقص. مثلا وقتش بقیه هم پاشن بیان وسط. آره. چطوری نشستن اصلا؟ آره پاشیم بیان وسط یه حال خوب بدیم به هم دیگه. شاباش میدن. شاباش. آره نمیدونم تو کشور افغانستان بهش میگن شاباش یا نه، ولی اون پولی که حالا کسی که داره میرقصه بقیه بخواد اینکه ترغیبش کنن و یه انرژی بهش بدن، یه پولی به عنوان شاباش بهش میدن. ما میگیم شاباش. آره اسمش حالا تو کشور افغانستان نمیدونم، اما شاباش یا اسم دیگه میگن بهش. بعد یه شاباش واسه من بعد تعبیه میکردی نکنه یادت رفت. تو نگفت چه ویدیوی میخوای بذاری. من آره من خودم توقع نداشتم اینقدر جو بگیره منو و قشنگ برقصم. دفعه قبلش هماهنگ کن به نفعت. شال بعدش میتونی بهم شاباش بدی. من زیاد دست رد نمیکنم. جایی که شروع میکنه به خوندن دیگه رقصه یه ذره کم میشه دیگه، میده تو کار پانتومیم و اجرای اون شعره، اون حسشو نشون بده. الان اگه کشور مثلا یه کشور خارجی بود میرفت تو این برنامه استعدادیابی که شرکت میکرد، الان ببین چه طرفدار زنگ طلایی داشت میزد. آره زنگ طلایی زن میرفت فینال اصلا. خیلی کارش عالیه. آره بدون حالا اینکه فکر نکنم نه کلاسی رفته، فکر نکنم کار خاصی کرده باشه، ولی خب این همه استعداد داره. واقعا. آره میرفت یه کشور خارجی برنامه استعدادیابی. حرکات تکراری هم زیاد نداشت، قشنگ دست گرفت مجلس. آره. ماشالله که گفتی یه تا خانم آریانا سعید افتاده تو اجراهاشون. آره ماشالله زیاد میگه ماشالله. نمیشه نگو بیا جایی واقعا. الان گفتی یادش افتاده. و نمیدونم دقیقا چند نوع رقص متفاوت در کشور افغانستان است، حتما اگر اطلاعی دارین برامون داخل کامنت بنویسید، ولی خب خیلی دوست دارم بدونیم تعداد دقیقش. اگه میدونید انواع اقسام رقصا، چون هر کشوری به هر رقص مخصوص به خودشو داره و علاوه بر همه اونها رقص هر منطقه هم مخصوص به خودشه، رقص محلی خودشه. آره رقص محلی هم هر منطقه متفاوته. اگه اطلاعات بیشتری دارین داخل کامنت بنویسید که اون ویدیوها رو هم پیدا کنیم کنار هم دیگه بهشون واکنش بدیم. اوه چی کار میکنه؟ احوه
به 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 بسیار بسیار زیبا بود. چقدر حالمون خوب شد، چقدر سر شوق اومدیم. 3-4 دقیقه کیف کردیم با رقص زیبای جاوری از این هنرمند دوست داشتنی. واقعا هنرمنده. جدا میگم هنرمند هنرمنده، یعنی تو رقصیدن به نظر من کارش خیلی درست بود و امیدوارم واقعا یه جا شناختش. نمیدونم حالا در کشور افغانستان میشه مثلا رقصنده آقا داشته باشیم به صورت حرفه‌ای یا نه، دقیقا رو نمیدونم اینو، ولی خب اگه پروال داده شه به این جوان آره میتونه واقعا به جای خیلی بزرگی برسه. مثلا یه مجلس رو سرگرم کرده و ما هم واقعا خسته نشون رفتیم چجوری وقت گذشت. فقط نرقصید، یعنی نمایش هم به نظر من یه جایش اجرا کرد، یه جایش پانتومیم اجرا کرد، میخوند با ترانه. آره خیلی کار زیبایی بود. امیدوارم هر جا که هست شاد و صحتمند باشه. لینک ویدیو اصلا براتون قرار میدیم داخل دیسکریپشن، از کانال اصلی هم تماشا کنید، ازشون حمایت کنید. بنظرم این ویدیو رو بارها بارها میشه دید و لذت برد ازش. مرسی همراهمون هستید. یادتون نره که ویدیو رو حتما لایک کنید، انرژی بدیم به ما. اگر عضو کانال نیستین کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه هم باید بزنین، دکمه زنگوله رو، که ویدیو رو همه با هم وقتی که ویدیو رو میذاریم داغ داغ تماشا کنیم همون لحظه کنار هم. تا یه ویدیوی دیگه شاد پر انرژی و صحتمند باشید. حالتون جور و درجه یک. فعلا خدافظ. تا یه ویدیوی دیگه در پناه خدا باشید.